کسانی به بهانه حادثه مشکوک 11 سپتامبر و در واقع برای سلطه بر خاورمیانه و نفت آن افغانستان و عراق را اشغال کردند و میلیون ها نفر کشته و مجروح و آواره بر جای گذاشتند. چه کسانی با لغو نظام برتون وودز ده ها هزار میلیارد دلار بدون پشتوانه خلق کرده و به تبع آن تورم را به بازار جهانی تزریق و معادل این رقم هنگفت از دستنج ملت ها تصاحب کردند. چه کسانی سالانه بیش از 1000 میلیارد دلار یعنی بیش از تمامی کشورهای دنیا هزینه نظامی دارند و به هر بهانه ای دائما ملت ها و دولت های مستقل را به حمله نظامی تهدید می کنند. بدهکارترین دولت های دنیا کدام دولت ها هستند؟ مدیران اصلی مراکز اقتصادی سیاستگذاری اقتصاد جهانی چه کسانی هستند؟ چه کسانی مسبب بحران اقتصادی اند و تبعات آن را در آمریکا، اروپا و همه جهان بر ملت ها تحمیل می کنند؟ به راستی چه کسانی برای فرو ریختن فوری چند هزار تن بمب بر سر ملت ها آمادگی دارند ولی برای رساندن اندکی کمک به مردم بحران زده سومالی و یا سایر نقاط به ماها زمان نیاز دارند؟ شورای امنیت که مسئول امنیت جهان است در سیطره چه کسانی است؟ ده ها سوال مشابه وجود دارد که البته پاسخ آنها روشن است. قریب به اتفاق ملت ها و دولت های جهان در این امور نقشی نداشته و ندارند، بلکه خود قربانی بوده و خسارات فراوان دیده اند. مثل روز روشن است که همان بردهداران و استعمارگران و مسببان جنگ های اول و دوم و نابسامانی های پس از آن تا به امروز با تغییر چهره بر شورای امنیت و مراکز اصلی اقتصادی و سیاسی جهان سیطره پیدا کرده اند. آقای رئیس، همکاران گرامی، آیا اینان صلاحیت ادامه مدیریت را دارند و آیا پذیرفته است که خود را مدعی انحصاری دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق انسانها و ملتها معرفی کنند و با همین ادعا کشورها را مورد حمله نظامی قرار داده و اشغال کنند؟ آیا گل دموکراسی و آزادی از موشک ها و بمب های نیروهای ناتو شکوفا خواهد شد؟ خانم ها و آقایان، اگر برخی کشورهای اروپایی به بهانه هولوکاست پس از 6 دهه همچنان به صهیونیست ها جریمه می پردازند، آیا مسببان بردهداری و استعمار نباید به ملت های خسارت دیده جریمه بپردازند؟ اگر خسارت دوران بردهداری و استعمار پرداخت شود، وضعیت ابر سرمایه داران پشت صحنه دولت های آمریکا و اروپایی چه خواهد شد؟ آیا فاصله ای بین شمال و جنوب باقی خواهد ماند؟ اگر فقط نیمی از هزینه های نظامی دولت آمریکا و متحدینش در ناتو صرف رفع مشکلات اقتصادی ملت هایشان شود، آیا اثری از بحران باقی خواهد ماند؟ با پرداخت این مقدار به ملت‌های فقیر نتیجه چه خواهد شد؟ مدیریت جهانی نیازمند تغییرات اساسی است. منجی عالم بشری، موعود امم، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
به زودی تحقق خواهد یافت. آمدن جامعه‌ای برتر و ایدئال با ظهور انسانی کامل که عاشق صادق و حقیقی همه انسان هاست، وعده قطعی خداوند است. او با همراهی حضرت عیسی مسیح علیه السلام و پیشاپیش همه صالحان و آزادی خواهان و عدالت طلبان، ظلم و تبعیض را ریشه‌کن کرده و با ارتقاء سطح علم و معرفت انسانها صلح و عدالت و آزادی و عشق را در سراسر زمین خواهد گسترد. امروز امام زمان ولی مؤمنینه. امروز امام زمان قطب و محوره. خب ما برای حل مشکلاتمون یا برای عرض مشکلاتمون به ما گفتن با مؤمن صحبت کن تا اجازت با ولی نعمتمون. خب چجوری صحبت بکنیم؟ خب صحبت عادیان میشه که نوشتارم میشه که با نوشتن. در ادیان دیگه هم حتی ما طرقی داریم برای ارتباط با اون ولیشون یا پیامبرشون، منحصر به ما هم نیست. یکی از طرق ارتباطی که گفتن و باش دلیل هم داریم، نوشتن یک نام است. این هم طرق حاج آقا فرمودن طرق متعددی هست، یه طریقش اینه. اون هم که ما داریم بنده توی آب جاری، دریایی، یه چاه پاکی. منطقه بعضی از آقایان اگر بخوام برن دنبال یه چاهی بگردن که پاک باشه یا آب داشته باشه یا خشک باشه، چای فاضلابی یا چای که تو آشغال بریزن نباشه، این براشون زحمت داره واقعا. خود شما بخواد یه آب جاری پیدا بکنی، یه نامه حضرت این رو، خب سخته. جمع کران از اصحابه هم اینجوری بود، اومدن یه چاهی زدن که اگر کسی نامه ای داره دیگه نره بگره دنبال یک چاه، احیانا خدای نگه توی چاه فاضلابی بیاندازه. یک چاهیه که میدونن تمیزه، برای این کار هست. روز بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین. در اولین برنامه از ماه پاییز در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز یک شنبه 25 سپتامبر 2011 میلادی برابر با سوم مهر ماه 1390 خورشیدی میباشد. برنامه امروز را آغاز میکنیم با اهم اخبار یک هفته اخیر ایران و دیگر نقاط جهان. در قسمت دوم گفتگویی داریم با آقای دکتر حسین لاجوردی پیرامون سفر اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک و در پایان اخبار فرهنگی سیاسی اجتماعی از شهر برلین با آگاهیتان میرسد. یادآوری میکنم سایت اینترنتی تلویزیون ایرانیان برلین به روز شد. شما عزیزان میتونید بازپخش برنامه های ما رو در این سایت مشاهده نمایید. www.irtfa.berlin.de. توجه شما را به رویدادهای خبری هفته‌ای که گذشت جلب می‌کنم. مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت در برابر حمایت ایران از شبه نظامیان عراق بی‌تفاوت نخواهیم ماند. وی افزود ایران محموله‌هایی از سلاح به شبه نظامیان شیعه عراق فرستاده که شامل بمب‌های کنار جاده می‌شود. این در حالی است که ایران حمایت از گروه‌های خشونت طلب در عراق با دخالت در امور داخلی این کشور را تکذیب کرده است. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت در صورت که جمهوری اسلامی آماده باشد تا مذاکرات اتمی معنیدار و بدون پیش شرط را از سر بگیرد، این اتحادیه نیز آماده از سرگیری مذاکرات است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد پیش از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تهران برای تولید غنی‌سازی 20% هزینه‌های زیادی را متحمل شده است، در صورتی که دیگران به ما سوخت بفروشند دلیلی برای غنی‌سازی وجود ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پنجشنبه 22 سپتامبر برای هفتمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. وی از حملات 11 سپتامبر به عنوان حادثه مشکوک یاد کرد و افزود 11 سپتامبر دستاویزی برای لشکرکشی آمریکایی‌ها به خاورمیانه شده است. وی همچنین بار دیگر با پیش کشیدن هولوکاست گفت چرا به جای پاسخگویی به سوالی که وی درباره کشتار یهودیان مطرح کرده با سوال کننده و ملت ایران برخورد شده است.
با مطرح کردن چنین سخنانی بود که هیئت آمریکایی در چندین کشور اروپایی در میانه سخنرانی وی به نشانه اعتراض جلسه سازمان ملل را ترک کردند. علیرضا ملا سلطانی 17 ساله 25 تیر ماه گذشته در جریان یک درگیری روح الله داداشی قوی ترین مرد ایران را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود. بامداد چهارشنبه 21 شهریور در ملأ عام در خیابان گلشهر کرج اعدام شد. گفتنی است علی رضوانمنش نماینده دادستان مبنی بر اینکه قاتل زیر سن قانونی بوده است گفت ملاک عمل در قانون بلوغ شرعی است که بر اساس ماه‌های قمری محسوب می‌گردد نه ماه‌های شمسی. چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعدام اخیر متهم 17 ساله علیرضا ملا سلطانی در ایران را محکوم کردند و خواهان توقف اعدام در این کشور شدند. آنها تأکید کردند که هر حکم اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران است و ایران در سال 1373 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و متعهد به رعایت مفاد این کنوانسیون است. در پی درخواست مسعود شفیعی وکیل مدافع دو تبعه آمریکایی از دادگاه تجدید نظر برای تبدیل قرار وثیقه آنان، این دادگاه با این درخواست موافقت نمود و آنها را با قرار وثیقه به مبلغ 5 میلیارد ریال تا صدور رأی قطعی آزاد کرد. گفتنی است بیش از این دادگاه انقلاب اسلامی تهران هر یک از متهمان را به تحمل 8 سال زندان و حبس غیر قطعی محکوم کرده بود. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه شرایط حبس خانگی همسرش را طی 7 ماه گذشته شهر داد و گفت وی از حقوق اولیه یک زندانی مانند حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم و هواخوری محروم بوده و افزوده است وضعیت جسمی ایشان به شدت در خطر قرار دارد و معاینه توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده ضروری است. انجمن مستندسازان سینمای ایران از امنیتی کردن بازداشت شماری از مستندسازان به اتهام همکاری با بی بی سی فارسی انتقاد کرد. هیئت مدیره انجمن چنین اظهاراتی را غیر مسئولانه خواند و افزود چنین اتهامی موجب تضییع حقوق بازداشت شدگان و تشدید نگرانی همکاران و جامعه سینمایی ایران می شود. گفتنی است روزنامه کنهان با انتشار نام 5 فیلمساز از آنان به عنوان کسانی که در روزهای اخیر بازداشت شدند نام برده است. و آخرین خبر اینکه مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس از مرگ روزانه 10 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در کشور خبر داد. دکتر مجید عبهری گفت با توجه به آمار پزشکی قانونی سال گذشته 3650 نفر بر اثر اعتیاد جان خود را از دست دادند. وی افزود وجود ناخالیست‌های متعدد در مواد مخدر و افزودن مواد بسیار خطرناک از قبیل رنگ مو، زهره گاو، مدفوع انسان، خون شتر و غیره باعث مرگ معتادان می شود. دلوکس بوفه رستوران رویا جمعه و شنبه ها از ساعت 13 تا 21، دو نوع خورشت روز، دو نوع برنج، کباب های خوشمزه ایرانی، ماهی و با انواع و اقسام پیش غذا و دسر. قیمت فقط 15 یورو. تلفن اطلاعات و رزرو جا 40 57 46 86. مکان بورن پالمشتقاس شماره 10 در 10 439 برلین. به برنامه‌های اکتبر 2011 رستوران رویا توجه فرمایید. شنبه 8 اکتبر 2011 هنرمند معروف شهر برلین مسعود سلطانپور با آهنگ‌های زیبای ایرانی و شنبه 15 اکتبر 2011 گروه ترکی آذری برنامه‌های شادی برای شما اجرا می‌نمایند. ورودیه با بوفه غذاهای مختلف فقط 20 یورو. شروع برنامه ساعت 7 شب.
لطفاً برای رزرو جام با شماره تلفن 03-40-57-46-86 تماس بگیرید. ما جان دهیم برای تو، برای خلق ایران، همیشه به ما تو جاودان، نام قشنگ ایران. رستوران پرسپولیس افتتاح شد. نان داغ، کباب داغ، انواع کباب ها و خورشت های خوشمزه ایرانی در رستوران و شیرینی سرای پرسپولیس در مرکز شهر برلین، کورفورستن اشتراسه شماره 127 در 10785 برلین. شماره تلفن 03-450-86-734. غذاهای مخصوص رستوران سرای از دوشنبه تا جمعه ساعت 12 تا 16 بعد از ظهر هر چقدر دوست دارید میل بفرمایید. انواع خورشت‌های خوشمزه و کباب‌های ایرانی، پیش غذا و دسر برای هر نفر فقط 6.90 €. رستوران سرای واقع در اولندشتراسه شماره 142 نبش دوسلدورف اشتراسه در منطقه ویلمسروف. تلفن اطلاعات 03-863-96-664. یارم دیگه هیچ راهی نداره بر مسافرت بهانه بیاره، هر وقت که بخواد قرار بذاره بلیتو میتونه به دست بیاره، فقط یک تلفن مایه یکاره، ایروپلان تو کن شیرین میکاره، کامران خطیبی تو کارت بی رقیبی، به درد هر مسافر تو مثل یک طبیبی. ایروپلان شهرهای کلن، دورتموند و فرودگاه کلن بن آلمان، بزرگترین آژانس مسافرتی ایرانی در سراسر اروپا. ایروپلان با مدیریت مدبرانه کامران خطیبی و همکاری همایون به همراه مسئولان فارسی زبان و بین المللی ارائه دهنده عالی ترین سرویس برای سفر بر هر نقطه جهان. هارتنکشوله بزرگترین آموزشگاه خصوصی زبان خارجی در برلین با بیش از 40 سال فعالیت درخشان و آموزش به بیش از 100,000 نفر علاقمند به فراگیری زبان. Ich komme aus Mosambik. Hallo, ich komme aus der Mongolei. Ich komme aus dem Sudan. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus Kuba. Ich komme aus Polen. Ich komme aus China. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus der Mongolei. Ich lerne an der Hartnäckschule Deutsch. هارتنکشولی برلین واقع در ماتشتراسه شماره 5 در 10777 برلین منطقه شونبرگ در نزدیکی اوبانهوف نولندورف پلاتس. این 20 رستوران الردا با انواع لذیذترین کباب‌های ایرانی، جوجه کباب، کوبیده، برگ، سلطانی، غذاهای خوشمزه لبنانی و غذای ویژه هفته با بهترین و مرغوب‌ترین کیفیت آماده پذیرایی از شما عزیزان است. قبول سفارشات برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما با قیمت‌های بسیار مناسب. آدرس الردا، هوتنشتراسه شماره 69 در 10553 برلین. شماره تلفن 03
391-11-19. مرکز پخش مواد غذایی ایرانی، افغانی، هندی و پاکستانی. انواع برنج‌های باسمتی و مواد غذایی روزانه خود را به صورت خورده و عمده فروشی می توانید از این مرکز تهیه نمایید. به تخفیف‌های ویژه تیس فود توجه بفرمایید. آدرس تیس فود واقع در اشتغام اشتغاسه شماره 11 تا 17 در 10551 برلین اوبانهوف تور مشتغاسه. تلفن 397-89-770، فکس 397-89-772. در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با دکتر حسین لاجوردی پیرامون سفر اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک. آقای دکتر حسین لاجوردی دیپلمات‌های بیش از 30 کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن صحبت‌های آقای احمدی نژاد به عنوان اعتراض سالن را ترک کردند. نظر شما در رابطه با صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چی بود؟ من نخست می‌خوام که عذرخواهی بکنم برای اینکه نتونستم از طریق اینترنت و اسکایپ چون در سفر امریکا هستم با شما صحبت تصویری داشته باشم، ولی در همین زمینه با توجه به جلسه دیروزی که آقای احمدی نژاد در سازمان ملل متحد به حضور پیدا کردن، باید خدمتتون بگم که مرحله به مرحله این اعضای دیپلماتیک کشورهای مختلف جلسه سخنرانی آقای احمدی نژاد رو ترک کردند و این کمتر از نیم ساعت صحبت آقای احمدی نژاد اگرچه به تشنج در داخل سالن نینجامید، ولی با ترک دیپلمات‌های کشورهای درجه اول دنیا من جمله مثل امریکا، مثل فرانسه، مثل هلند، مثل آلمان و سوئیس و غیره و غیره، تونست که از اعتبار این صحبت ها بکاهه. ولی در عمل آقای احمدی نژاد بحثی رو مطرح کردن راجع به این که امریکا مقصر در رابطه با مصر و تونس و کشورهای دیگه منطقه، چرا که مبارک 30 سال دوست امریکا بوده، با لیبی 2 سال قبل اینها برنامه داشتن، همه اینها باعث برخورد فکری بود که این دیپلمات ها سالن رو ترک کردن. در مجموع فقط من یک نکته ای رو اشاره بهش بکنم و اون اینه که اگر ما جدا بکنیم آقای احمدی نژاد رو به عنوان نماینده جمهوری اسلامی نه نماینده ملت ایران، باید بگیم که این حضور، این برخورد، این برخورد حضوری است در رابطه با آقای رجایی نخست وزیر اون رئیس جمهور اون زمان که پای برهنش روی میز گذاشت، در رابطه با لبخندهای آقای خاتمی در زمان خودش و در رابطه با آقای احمدی نژاد در امروز، فقط یک مضحکه و یک مسخره بیشتر نیست و به بی‌اعتباری مردم ایران می‌انجامه. توجه شما را به اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین جلب می‌کنم. سایت اینترنتی تلویزیون ایرانیان برلین به روز شد. شما عزیزان می توانید تکرار برنامه‌های ما رو در سایت اینترنتی www.irtefaberlin.de مشاهده نمایید. سه‌شنبه 20 سپتامبر 2011 به مناسبت 75مین زادروز دکتر بهمن نیرومند، نویسنده و فعال سیاسی، در محل بنیاد هاینریش پل با حضور بیش از 250 نفر میهمان آخرین کتاب ایشان با نام وایت اندفرد فون دم اورد اندم ایش زاین موسته، بسی دور از جایی که میباید باشم، معرفی شد. در همین رابطه با ایشان گفتگویی داشتیم که توجه شما را در هفته آینده به این گفتگو جلب می کنم. شب بزرگداشت یادمان جان باختگان دهه 60، 23 سال پس از قتل عام زندانیان سیاسی ایران تابستان 1367.
2007، 19 سال پس از ترور میکونوس، دفاع از مبارزات دموکراتیک مردم ایران علیه مجازات اعدام و شکنجه. زمان چهارشنبه 28 سپتامبر 2011 ساعت 19. مکان کارگاه فرهنگ ها واقع در ورکشتاد در کلتورن ویسمنشت قصد شماره 32. برگزار کننده کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و حمایت کننده جامعه بین المللی حقوق بشر. نامنویسی سال 2011-2012 تحصیلی مدرسه پروین اعتصامی. آموزشگاه پروین اعتصامی جهت نامنویسی از دانش آموزان جدید آماده می باشد. کلاس های آموزشگاه در روزهای شنبه در منطقه اشتگلیس و دوشنبه ها در شونبرگ برگزار می شود. این آموزشگاه علاوه بر کلاس های اول تا ششم، کلاس مکالمه برای کودکان 5 تا 7 سال و نیز کلاس فارسی برای بزرگسالان دایر نموده است. تلفن اطلاعات 057-874-954-55. شنبه اول اکتبر 2011، احمد آبادانی، هنرمند محبوب شهر برلین، در رستوران سرای شب بیادماندنی را برای شما عزیزان تدارک دیده است. شروع برنامه ساعت 8 شب. ورودی 3 یورو، مکان اولاندشتغاسه 2 سلورفشتغاسه. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 86-39-66-64 تماس حاصل نمایید. به برنامه های ماه اکتبر رستوران رویا توجه بفرمایید. شنبه 8 اکتبر 2011 با هنرمند محبوب شهر برلین مسعود سلطانپور. ورودی با بوفه غذاهای خوشمزه فقط 20 یورو. شروع برنامه ساعت 8 شب. شنبه 15 اکتبر با گروه ترکیش آذری. ورودی با بوفه غذاهای خوشمزه 20 یورو. آدرس برنهالمشتقست شماره 10. تلفن اطلاعات و رزرو جا 40-57-46-86. ویژگی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. سخنران دکتر پیمان جواهر حقیقی. زمان جمعه 7 اکتبر 2011 ساعت 19. مکان کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین. کودکستان و دبستان آزادی، پروژه‌ای از کانون پناهندگان ایرانی. از کلاس آمادگی تا ششم و کودکان 3 تا 5 سال ثبت نام به عمل می‌آورد. محل برگزاری کلاس‌ها هالنویک شماره 34 در 13627 برلین، منطقه شارلوتنبورگ. شهری ماهانه 10 یورو. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 629-81-530 و یا 601-86-86 تماس حاصل نمایید. بینندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که برنامه امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر حرفی، پیشنهادی و یا انتقادی دارید، می توانید با شماره تلفن 82257338 و یا ایمیل آدرس info@irtfa.berlin.de تماس حاصل نمایید. از طرف خودم و دیگر همکارانم در این بخش خبری تا یک شنبه آینده ساعت 1 بعد از ظهر، روزها و لحظات خوشی را برایتان آرزو می کنم. شاد و سربلند باشید. گل پونه گل من، نگیر بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من. گل پونه گل من، نگیر بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه.